سلام، مایه هستم با یه ویدیوی دیگه. چند وقت پیش یه ویدیوی توی تیک تاک وایرال شد از یه دختری که توی نگاه اولم چیز عجیبی نداشت. یه دختری داشت از خودش ویدیو میگرفت و راجع به اینکه خواهرش رفتن بیرون و مسائل دیگه صحبت میکرد. ولی چند وقت بعد ویدیوهایی که این دختر گذاشت باعث شد که مردم نگرانش بشن. دلیل این نگرانیام خیلی واضح بود. اتفاقای خیلی وحشتناکی داشت سر این دختره میومد. امروز قراره راجع به این اکانت تیک تاک با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم چه اتفاقی واقعا برای این دختر افتاده و ماجراهاشو براتون توضیح بدم. یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنین که بفهمم این جور ویدیو رو دوست دارین که بیشتر براتون درست کنم. و اگه کانال منم سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله کنارش هم بزنین. آدرس اینستاگرام من این بالا هست اگه دوست داشتین فالو کنین. زودتر بریم سراغ این ویدیو. ماجرای اکانت فیس دلایت توی 27 نوامبر سال 2019 شروع شد. زمانی که صاحب این اکانت که یه دختر جوان بود 5 تا ویدیو اونجا آپلود کرد که هر 5 تاش خیلی عجیب بودن. کلیاتی که ما از ویدیوهای این دختر میفهمیم اینه که دوتا خواهر داره به اسم میا و لکس و توی کالیفرنیا با خانواده‌اش داره زندگی میکنه و به نظرم میاد که خانواده‌شون وضعشون خوبه چون خونه‌شون خونه بزرگ و نوسازیه. توی ویدیو اول که این دختر داره از خودش میگیره توضیح میده که داشته با دوتا خواهرش توی خونه قایم موشک بازی میکرده و به جز خودشون هم کس دیگه توی خونه نبوده. ولی وقتی نوبت به خودش میرسه که چشم بذاره از اونجایی که توی تاریکی داشتن بازی میکردن میترسه و دیگه نمیخواد که بازی رو ادامه بده. ولی خواهرش قبول نمیکنن و ازش میخوان که بره پیداشون کنه. توی ویدیو دوم این دختری که اسمش هم نمیدونیم چیه میگه که یکی از خواهرش از یه شماره فیک براش پیام فرستاده و گفته که اونا دیگه نیستن توی خونه و رفتن بیرون و یکی دیگه توی خونه بوده وقتی که اونا داشتن میرفتن. دختره در ادامه توضیح میده که فکر میکنه اینا همش شوخیه و خواهرش میخوان سر به سرش بذارن و بترسوننش. ولی در آخر ویدیو یه صدای ضربه محکمی میاد ولی دختره همچنان فکر میکنه که این شوخی خواهرشه. به خاطر همینم بلند داد میزنه و میگه که این شوخیشون اصلا خنده‌دار نیست و از اونا میخواد که زودتر این بازی رو تموم کنن و اینکه داره میترسه. توی ویدیوی بعدی صدای ضربه و کوبیدن روی در خیلی بلندتر میشه. ولی دختره هنوزم نمیترسه و فکر میکنه که خواهراشن که دارن شوخی میکنن. ولی ضربه یه در انگار که داره واقعا هم از سمت در خونهشون میاد. برای همینم هم دختره بلند میشه میره چکش کنه. وقتی که اون میرسه به در خونهشون متوجه میشه که اون چیزی که داشته این صدا رو در میآورده خواهراش نبودن. بلکه یه صورت خیلی عجیب و وحشتناک از پایین در از پشت شیشه در زود زده بهشو داره نگاش میکنه. توی ویدیوی بعدی دختره دیگه حسابی ترسیده و میگه که میدونه که دیگه این کار خواهرش نیست و میگه که تمام در و پنجره رو قفل کرده و میترسه. توی چهرش هم میتونین ترس و حسابی ببینین. ولی بعدن یه صدای محکم ضربه دیگه میاد که این بار دیگه از بیرون نیست، از توی خونه است. بعد از اون میبینیم که دختره یه جایی نشسته و داره گریه میکنه و میگه که توی آسانسور خونهشون قایم شده و بعدم میگه که نمیدونه اون چیزی که دنبالش کرده چی بوده یا کی بوده. همینم نشون میده که اون صدایی که شنیدیم واقعا هم از توی خونه اومده چون ظاهرا یه موجودی داره دنبالش میکنه. بعد از این حرفای این دختر دوباره صدای تق تق بلند از بیرون میاد و مشخص میشه که هر چیزی که داره این صدا رو در میاره درست پشت در آسانسور وایساده. دختره که حسابی ترسیده و داره دیگه از ترس گریه میکنه میگه که داره این فیلم ها رو از خودش میگیره که اگه بعدن اتفاقی براش افتاد مردم و آشناهاش و خانوادش بفهمن که چه اتفاقی براش افتاده. توی ویدیوی پنجم دختره هنوز توی آسانسوره ولی به نظر میاد که آرومتر شده و توضیح میده که یه فکری به سرش زده و اونم اینه که از توی آسانسور بره بیرون و از در پشتی زیرزمینشون بره فرار کنه توی زیرزمین چون دیگه مطمئنه که اون چیز یا کسی که توی خونهشون هست خواهراش نیستن. پس در آسانسور رو باز میکنه و میره بیرون و اونجا میبینیم که یه دری پشتشه. اون در رو باز میکنه و وارد اتاق میشه در حالی که دوربینش رو به زمین گرفته و ما نمیتونیم ببینیمش. همونجا بود که یه صدای وحشتناکی از پشت سرش میاد و دختر بلند جیغ میزنه و میگه ولش کن. همطور که گفتم این 5 تا ویدیو توی یه روز آپلود شدن و باعث شدن که خیلی ها نگران بشن. ولی بعد از اون دیگه ویدیو آپلود نشد تا روز بعد، یعنی تاریخ 28 نوامبر که ویدیو 6 آپلود شد. توی اون ویدیو همون دختر رو میبینیم که روی زمین نشسته و صورتش پر از خونه و دستاش هم بسته شده است و ظاهراً کس دیگه ای داره ازش ویدیو میگیره که به نظر میاد همون موجود یا همون کسی بوده که دنبالش داشته میکرده.
بعد از اون دیگه هیچ ویدیویی از این دختر آپلود نشد و هیچ خبری هم ازش نشد. همه کسایی که فالوش میکردن به شدت نگرانش بودن و دنبال یه راهی بودن که بتونن باهاش ارتباط بگیرن. ولی هیچ کس نمیشناختش، نمیدونست که چطوری میشه باهاش ارتباط گرفت. تا اینکه یک هفته و نیم بعد ویدیوی هفتم آپلود شد. توی این ویدیو اون دختر دیگه توی خونه نیست و یه جایی بیرون از خونه لابلای علفای خیلی بلندی توی تاریکی داره راه میره و گریه میکنه و به نظرم میرسه که دوربین دست خودش و خودش داره از خودش فیلم میگیره. اونجایی که این دختر هست خیلی تاریکی و عملاً چیز خاصی دیده نمیشه، تا اینکه یه لحظه دختر دوربینو برمیگردونه و دوتا چشم وحشتناک دیده میشه که زل زدن بهش. کاربرای تیک تاک که خیلی روی این قضیه کنجکاو شده بودن و حسابی نگران این دختره بودن، اومدن اون ویدیو رو بررسی کردن و تونستن لحظه‌ای که دوربین میچرخ و میره روی صورت اون موجود رو ضبط کنن و یه عکس ازش بگیرن. اونا اومدن و روشنایی اون تصویری که گرفته بودن رو بردن بالا و اونجا بود که تصویر اون موجود کاملا مشخص شد. یه موجودی شبیه آدم که بجز صورتش کاملا سیاهه، چشمای براقی داره و صورتش اصلا شبیه انسان نیست. بعد از اون دیگه این دختر رفت که رفت تا حدوداً 3.5 ماه بعد که یه سری ویدیوهای جدیدی شروع کرد به آپلود کردن. این ویدیوها یه فرقی با ویدیوهای قبلی داشتن. یعنی برخلاف اونا ظاهراً مخاطبش یه نفر خاص بود و ویدیوهای عمومی نبودن. اینا ویدیوهایی بودن که دختر برای مادرش گرفته بود از خودش. و جالب اینجاست که توی اونا داشت میگفت که دلش برای کالیفرنیا و خونه‌شون تنگ شده و اینکه توی اوهایوه و اینم نشون میداد که دختره دیگه توی اون خونه نیست. آخر اون ویدیو دوباره یه صدای ضربه بلندی میاد و دختره از مادرش عذرخواهی میکنه و میگه که سری باید بره. بلافاصله بعد از اون این دختر ویدیو دومو آپلود میکنه و توی اون از مادرش عذرخواهی میکنه که ویدیوی قبلی رو یهویی قطع کرده و بهش میگه که فکر میکنه که یه کتاب از تو قفسش افتاده و اون صدا رو تولید کرده و به خاطر همینم الان رفته توی اتاق خوابش و اونجا داره فیلم میگیره. اما دوباره آخر این ویدیو هم یه صدای ضربه بلند دیگه میاد و این بار دختره میترسه. توی ویدیوی سوم این دختر به مادرش میگه که یه سری اتفاقای عجیب غریب داره براش میفته و به خاطر این به مادرش نمیگفته که نمیخواسته اونو بترسونه، ولی الان دیگه داره میترسه و برای همینم رفته توی آشپزخونه قایم شده. همینا رو که میگه یهو چراغای اونجا شروع میکنن به روشن و خاموش شدن. ویدیوی چهارمی آپلود میشه و این بار دختره به مادرش میگه که نمیخواد اونو بترسونه، ولی حس میکنه که دوباره اون موجود برگشته و وقتی دوربینو برمیگردونه به سمت در پشتی دوباره اون دوتا چشم براقو میبینیم. توی این ویدیو که همه جا هم تاریک بود و ظاهرن برقا رفته بود، کاربرو دوباره سعی کردن که از اون لحظه‌ای که چشمای این موجود داره دیده میشه عکس بگیرن، ولی متاسفانه هیچ کس نتونست این کارو بکنه و کسی نفهمید که بالاخره اون چیزی که اونجاست چه شکلیه. با این حال خیلی‌ها فکر میکنن که اون دوتا چشم بازم متعلق به همون موجود وحشتناکیه که توی ویدیوهای قبلی داشتیم میدیدیم. توی ویدیوهای بعدی دختره دوباره توی همون خونه است و توی تاریکی نشسته و صدای ضربه‌های خیلی بلندی میاد. وقتی دوربینو برمیگردونه رو به پنجره و زومش میکنه، دوباره میتونیم همون دوتا چشم براق وحشتناک رو ببینیم. ویدیوی آخر این چنل آپلود میشه و توی اون ویدیو دختره داره میدوه به سمت یه کمد و دوربینم دستشه. اون میره توی کمد قایم میشه و وقتی درو میبنده صدای کوبیدن به در از اون سمت میاد و یهو در خود به خود باز میشه و اون موجود ترسناک یکم جلوتر وایساده. این آخرین ویدیویی بود که توی این اکانت آپلود شد و از اکتبر سال 2020 به اون بر هم دیگه این اکانت پرایوت شده و هیچ کسی نمیتونه ویدیوهاشو ببینه، نمیتونن بفهمن چه اتفاقی برای این دختر افتاده. دقیقا مشخص نشد که ماجرای پشت این ویدیوها چی بوده و اینکه بعد از گرفتن اون ویدیوها چه اتفاقی افتاده و اصلا هویت اون دختره هم مشخص نشد و هیچ کس نمیدونست که اون کیه. یکی از چیزهای خیلی عجیب این ویدیوها همونطور که گفتم این بود که توی ویدیوهای آخر دختره داشت با مادرش صحبت میکرد و مشخص نیست که اصلا آیا میخواست اونا رو آپلود کنه و یا اینکه اونا کاملا شخصی بودن و کس دیگه ای آپلودشون کرده. از طرف دیگه هم خط زمانی ویدیوها مشخص نیست، چون یه جایی میبینیم که دختره نشسته روی زمین، صورتش خونی و دستاش بسته است، ولی توی ویدیوهای بعدی میبینیم که کاملا سالمه و داره با مادرش صحبت میکنه.
به خاطر همین خیلی‌ها فکر می‌کنن که شاید یه کسی که اون دختره رو گرفته و نمی‌دونیم آیا بلایی سرش آورده یا نه، این ویدیوها رو از توی گوشیش جمع کرده و به ترتیب همجوری الکی، یعنی بدون هیچ خط زمانی مشخصی، آپلودشون کرده. همونطور که گفتم نمی‌دونیم که دقیقاً این ویدیوها چی بودن و چه اتفاقی برای دختر افتاده، اما تئوری تا دلتون بخواد داریم. یکی از تئوری‌ها میگه که یه افسانه قدیمی هست که میگه شبا نباید قایم موشک بازی کنین، چون قایم موشک بازی کردن توی شبا همون بازی درایونزه که بهتر میدونین شما چیه، منم قرار بازیش کنم. و اینکه میگن اگه توی شب قایم موشک بازی کنین باعث احضار موجودات شیطانی میشه و اونا میان و نابودتون میکنن. طبق این افسانه هم یه عده معتقدن که این دختره هم به خاطر اینکه شب با خواهرش داشته بازی میکرده یه موجود شیطانی احضار شده و بعد اون بوده که داشته اذیتش میکرده. تئوری های دیگه از جمله تئوری های اینکه اون موجود یه دزد بوده و در اصل انسان بوده، یا اینکه یه کسی بوده که میخواسته بترسونتش، یا اینکه حتی موجودات فرازمینی و فراطبیعی بودن هم هست. اما محتمل ترین طوری که توی این قضیه به نظر میرسه اینه که این اکانت یه اکانت ARGه و در اصل یه پروژه ARGه خیلی ضعیفه، چون تا جایی که ما دیدیم قبلا توی ARGه دیگه خیلی بیشتر روشون کار شده. و خب درسته با اینکه گریه کردن ها و ترسیدن های این دختر به نظر واقعی میان، ولی فکر میکنم هر کسی با یه ذره تمرین میتونه ادای اینجور ناراحت شدن و ترسیدن رو در بیاره. نمیدونم نظر شما چیه؟ حتما توی کامنت ها بهم بگین که فکر میکنین قضیه پشت این اکانت چیه و اینکه شما با کدوم یکی از این تئوری‌ها موافقین. یادتونم نمیره که این ویدیو رو لایک کنین که من بفهمم اینجور ویدیوها رو دوست دارین و بیشتر از اینا براتون آماده کنم. اگرم تا حالا سابسکرایب نکردین کانال منو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارشم بزنین. ضمناً آدرس اینستاگرام من بالا هست، اگه دوست داشتین فالوش کنین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.